به شما عزیزان در هر کجای سرزمین ما، سرزمین من و شما که هستید، در ایران سلام میگویم. خوش آمدید به این شماره از برنامه. خبر تأسف انگیز این که در هفته‌ای که گذشت یکی از ترانه سرایان، غزل سرایان و شاعران به نام ایران درگذشت، معینی کرمانشاهی. تأسفی بود برای جامعه ادبی کشور، برای ایرانیان، آنها که دل در گرو ترانه های زیبای او داشتن با صدای خوانندگان مختلف. بار دیگر ایران، سرزمین ما، یکی از عزیزان خود رو از دست داد. تأسف برای همه ما و تسلیت به خانواده معینی کرمانشاهی و خانواده موسیقی و ترانه ایران. معینی کرمانشاهی همونطور که از اسمش پیداست اهل کرمانشاه و در اون منطقه مردمان اهل ادب و هنر و فرهنگ بسیار بودند، در کردستان نیست. در این شماره از برنامه فرصتی هست که با آقای آزاد محمد باشیم از ایرانیان کرد در اربیل. خبردار است از مطالبات مردمان نازنین کردستان ایران، ایرانیان کرد. بر کودکان کرد چه می رود؟ کولبرانی که هدف گلوله های پاسداران انقلاب اسلامی قرار می گیرند. گزمه های فقیه تهران. با او سخن خواهیم گفت در این زمینه، مطالبات مردمان کردستان ایران. آقای آزاد محمد عزیز با من و شما هستند از اربیل. تا لحظاتی دیگر. آقای آزاد محمد عزیز سلام به شما. با سلام و درود به شما جناب آقای چالنگی، همکاران و بینندگان عزیز این برنامه. شما نزدیکتر هستید و به دقت هم دنبال میکنید، تماسهایی دارید، ارتباطاتی دارید با ایرانیانی که به اربیل میان، با ایرانیان کرد و از هر کجای دیگر ایران. وقتی که دولت روحانی بر سر کار اومد، رفت آمدها به منطقه کردستان کم نبود، چه در رئیس جمهوری پیشین آقای احمدی نژاد، چه این یکی رئیس جمهور حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن روحانی به کردستان، وعده‌هایی که دادن تا چه اندازه اینها عمل شد؟ این وعده‌هایی که دادن، حتی روزی آمدن و گفتن که به زبان مادری میتونن تدریس کنن و برنامه ریزی خواهد شد و از این وعده‌ها. جنبه عملیشو از شما میپرسیم که ناظر هستید و ناظر دقیق. در جمهوری اسلامی ایران رژیم‌های متعددی اومدن و رفتن، کابینه ها عوض شد، رؤسای منطقه استاندارها آمدن و رفتن و عوض شدند، اما آنچه که فرق نکرده سیاست حکومت مرکزی هست در کردستان ایران و این نقض حقوق مردم کاملا سیستماتیک و نشأت گرفته از خود قانون اساسی و نوع نگرش حاکمیت مرکزی هست، چه در حاکمیت مرکزی قبل و چه در حاکمیت مرکزی فعلی بسترهای فراهم نشده که بتونن گوش بسپارند به مطالبات مردم و ما شاهد هستیم چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظهای دیگر رفاه و آسایش مردم. مردم کردستان ایران همیشه جزء شهروندان درجه یک نبودند.
من اگر بخوام این موضوع رو یک مقداری بسط بدم، اجازه میخوام از خدمت شما و همچنین بیننده هاتون مسائل رغبی رو در این مورد پیش بکشم که ما ابتدای امر از همین لغاتی که برای بیان ملت استفاده میکنیم، مردم ایران استفاده میکنیم، قوم استفاده میکنیم، مشکلات از همین جا شروع میشه. چون هنوزم کسانی که باید سیاست کلان حکومتی رو پایریزی بکنند و اعمال بکنند مجریانشون، هنوز هم این کلمه ها نتونسته جوابگوی مطالبات بر حق مردم باشه. وقتی کوشندگان راه احقاق حقوق مردم کلماتی رو به کار میبرند، از طرف حاکمیت و حتی آن طرف حاکمیت هم این کلمات به انواع شیوه ترجمه میشه. مثلا وقتی مردم کرد میگن ملت کرد، یک سری سوال ها و جواب ها درست میشه. شما توجه بفرمایید، من همین حالام که میخوام این کلمات رو برای شما بیان بکنم خودم دچار مشکل هستم. چون اگر میگیم ملت، ملت اصلا کلمه ای نیست که بار نشن درش باشه. اصلا این کلمه کاملا اسلامیه، به معنای دینه. قوم هم همینطور، اصلا میگیم قوم کرد، اصلا قوم یک معنای دیگه ای داره. توجه فرمودید. به همین خاطر ما ابتدا امر باید بیام این کلمات رو از اول تعریف بکنیم. این کلمات که وارد ادبیات فارسی شده، در حالی که فرهنگستان میاد برای پیتزا کلمه درست میکنه، برای کلید برق کلمه درست میکنه، اما نمیاد برای همچین مطالبات مهمی کلماتی در خور درست بکنه. این ببینید آقای آزاد عزیز، آیا مشکلات مردم کردستان این هستش که بیان اسم مردم کردستان رو بگذارن خلق کرد یا ملت کرد یا قوم کرد؟ آیا مشکل مردم و مطالبات مردم کردستان این هست؟ آیا شما مطمئن هستید که مردم غیر حزبی، غیر گروهی، آیا اونها خواستار این هستن که ملت نامیده بشن یا همون قوم کرد، یکی از اقوام مهم و بزرگ ایران؟ آیا من نمیخوام وارد بحث‌های آکادمیک بشیم، زبان شناختی بشیم و تعریف‌های آکادمی ملت چه معنی داره و چه مفهومی داره. حرف من این هستش که بیشتر گروه های سیاسی ایران، به خصوص گروه ها و سازمان هایی که به اصطلاح نمیگم رهبری میکنن، سعی میکنن نمایندگی کنن مطالبات اقوام ایرانی رو، درگیر مباحثی به این شکل هستن که آیا اسم خرمشهر محمره بوده یا خرمشهر. من فکر نمی کنم مردم خرمشهری که هنوز از آسیبای جنگ رنج میبرند، اعراب مقیم خرمشهر، قصبه و منیوهی و بقیه جای اون منطقه و نزدیکی ها، مسئله شون عمدتا این باشه. و کجا توقف کنیم در طول تاریخ؟ محمره ممکنه یک زمانی بوده که بوده، پیش از محمره چه بوده؟ پیش از بغداد چه اسمی داشته؟ و بسیاری از شهرهای با اسامی عربی که در عراق هست. من حرف من این هست، مطالبات عمده ای که دارن، کودک کول برای که هدف گلوله قرار میگیره، واقعا چه مطالباتی دارن مردم کردستان ایران که اگر تأمین بشه چنین وضعیتی نخواهد بود؟ کودکی که باید به جای مدرسه کولبری میکنه دیگه چنین نخواهد. من مطلب شما رو گرفتم. عرضم به حضورتون دقیقا ستم از همین کلمات شروع میشه.
کلمه قم بار سیاسی نداره. وقتی آقای امینی در جبهه ملی در جلسه خصوصی پا میشه میگه که اصلا کردها چه حقی دارن که خواسته سیاسی داشته باشن چون اونها قوم هستن، یا حتی در زمان خاتمی که وزیر آموزش و پرورشش اومد و گفت که زبانهای محلی میتواند تبدیل شد، همین جبهه ملی پاشو گفت که نخیر، فقط زر زبان در ایران زبان فارسی هست و زبان دیگه وجود نداره و فقط باید این زبان هم تدریس بشه. یعنی ستم از همینجا شروع میشه، از زمانی شروع میشه که ما نتونیم حقوق سیاسی رو به یک شهروند که در سنندج، در کرمانشاه، در بانی، در تهران یا در زابل و خرمشهر متولد میشه فرقی نداشته باشه اینو با هم. یعنی هیچ شخصی تولد خودش رو، محل تولد و زمانش رو اختیار نمیکنه. حال که اختیار نمیکنه، باید این شخص در هر کجای این گیتی که هست دارای حقوق مساوی باشه. اما ما از همون ابتدای امر، از طریق همون قانون اساسی و همون موجیه تر بهش میگیم که نخیر، این چون در اونجا به دنیا آمده قوم حقوق سیاسی نداره و اجازه نداره بیاد به زبان خودش تدریس بکنه. بچه‌ای که در کردستان متولد میشه هنوز هم که هنوز اجازه نداره که اسمش اسم کردی باشه. آمار زیادی در اداره ثبت احوال کردستان ایران هست که شما اگه نگاه بکنید خیلی از همین بچه ها دو اسم دارند، یک اسمی که در خونه به زبان کردی صداش میزنند و اسمی که فارسی برای ثبت نامش در مدارس و دانشگاه ها. یعنی از همین من همین خاطر خدمت عرض کردم، برای این کلمات هرگز اینقدر وسیع و سیطره ندارند بر وضعیت که ما بیام در موردش بحث بکنیم. اما ستم از همین جا شروع میشه. ما اومدیم یک ایده، همونطور که شما فرمودید، یک ایده آکادمی جامعه شناسانه زبان شناسی قرن 19 اروپا رو برداشتیم و در همین مورد صحبت میکنیم و اجازه نمیدیم که شهروندان ایرانی، مردم ایران، ملت ایران، قوم ایران، خلق ایران، فرقی نمیکنه، بیان خواسته های خودشون رو بیان بکنن، چون از همون اول ما یک برچسب به اینها زدیم. بله، زبان فارسی میتونست این مشکل رو حل بکنه. این مشکل در زبان کردی حل شده، برای نیشن و برای پیپل اومده کلمات خودش رو گذاشته، پیپل گل رو گذاشته، نیشن نتوه رو گذاشته. وقتی ما کلمات رو میاریم در قانون اساسی میگنجونیم و این مطالبات هم از همینجا ما اجازه میدیم که مردم داشته باشن، چه در حاکمیت قبلی و چه در حاکمیت فعلی مردم کرد. من از کلمه مردم استفاده می که کلمه فکر مرم به نسبت کلمات دیگه تنش کمتر روش هست. هنوز هم که هنوز مطالبات خودشون رو اونها مطالبات بر حق هر شهروندی هست در ایران، چرا کسی که در تهران متولد میشه اجازه داره به زبان مادری خودش صحبت بکنه اما و بنویسه و بخونه و بره دانشگاه بشه و لیسانس ادبیات فارسی بگیره، اما در کردستان همچین موضوعی نیست، اما در آذربایجان، اما در بلوچستان و بقیه مناطق ایران همچین موردی نیست. حاکمیت مرکزی سیاستی رو به خرج داده که تا حال هیچ کدوم از گوشه و اکناف ایران این حاکمیت رو از آن خودشون نمیدونن. رژیم‌ها آمدن، آقای خاتمی یک سری قول و وعد و وعید داد، آقای روحانی هم همینطور که میان نمیدونم واحد به زبان کردی در انگار اصلا این خیلی به ملت آقای ببینیم مسئله این هست. شما مسئله زبان رو که مطرح میکنید یا مسئله تبعیض‌هایی که وجود داره یا بقیه مسائل مطالبات، همه مطالباتی که مردمان کردستان ایران دارن، مردمان نازنین، اولا راجع به اسامی که می‌فرمایید، بسیاری از غیر کردها، ایرانیان غیر کرد، اسامی کرد، کردی بر فرزندان خودشون گذاشتن در شرایطی که آزاد بود. دوستان من دارم مثل بچه های نازنینشون اسمای کردیس از مثل روژین و بقیه. اما اسامی یادمون باشه در حکومت ایران فقط اسامی کرد نبود که ممنوع شد، هر نوع اسامی غیر انتخابی حکومت و مورد تایید حکومت که بیشتر اسامی مذهبی بودن،
در یک دوره بسیار طولانی ممنوع بود، هم برای نوزادان دختر و پسر. یکی اینه، یکی مسئله منشأ، وارد تاریخ نمیخوایم بشیم چون وقت ما بسیار کم هست و مسئله بسیار طولانی، یعنی اینی که مسئله کردستان ایران، مسائل مربوط به اقوام ایرانی از چه دریچه‌ای در تاریخ معاصر ایران مطرح شد و چه کسانی پشتش بودن، مثل اتحاد جماهیر شوروی پشت قضیه بودن، جمهوری آذربایجان مخلوق اتحاد شوروی بود. بنابراین تمام مفاهیم سیاسی وقتی بیان میشه یادآور اون خاطرات و گذشته بود زمانهایی. من در همین برنامه بسیار طول کشید تا تونستیم راجع به فدرالیسم صحبت کنیم و مردم متوجه بشن، بینندگان ما برخی، که فدرالیسم چیز ترسناک نیست، معنیش تجزیه نیست، ولی این لغت در قاموس سیاسی دهه 30، 40، 50، 60، 70 ما همچنان برمیگشت به زمان شوروی. وارد این بحثا فعلا نمیخوایم بشیم، اما منشأ این تبعیض و مرزش کجاست؟ من منشأ این مسائلی که شما فرمودید چلنگی در رسانه حاکمیت و همینطور در پایین بودن سرانه مطالعاتی در ایران میدونم. شما توجه بفرمایید، در مملکتی که پیتزا فروشی، کتاب فروشی میاد پیتزا فروشی میشه و همینطور هیچ اطلاعات آزاد و درستی از رسانه حاکمیت به مردم داده نمیشه و همیشه مردم رو میترسن از تجزیه ایران، که کردها اگر بخوان اسمشون رو، اسم بچه هاشون رو به زبان کردی بنویسن و یا اگر مطالبات بر حق خودشون رو بخوان، اینا پس تجزیه طلبن، پس میخوان از ایران جدا بشن. اصلا این مسئله تجزیه طلبی واقعا فقط یک جوکیه که حاکمیت ساخته. بحرین رو کی از ایران جدا کرد؟ جمهوری های قفقاز، 2/3 خاک کردستان رو بعد از جنگ صفوی، که این همه کردها پشتیبان صفویان بودن، ولی وقتی صفوی به عثمانی ها شکست خورده، اومدن کردستان رو مثل گوشت و قربانی دادن به عثمانی ها. هیچ وقت هیچ ملتی در داخل جغرافیای ایران اینقدر قدرت نداشته که بیاد ایران رو تضییع بکنه. همین حکومت مرکزی بوده که خودش عامل تضییع بوده. من چند وقته با دوستی که فوق لیسانس حقوق هم هست و وکیله در تهران صحبت میکردم، وقتی از حق حقوق مردم کرد صحبت کردم، میدونم شما تضییع خواه هستید، اصلا شما بذار من حرفم تموم بشه. تحصیل کرده ای که در مملکت نمیاد در خیلی از مسائل تحقیق بکنه و فقط چشم و گوش رسانه های حکومته و به جای این که بیاد این همه دنبال زندگی مزین باشه مطالعه بکنه، متاسفانه دیدها به نسبت هم خیلی کمه، اصلا اعتماد سازی نیست، اعتماد سازی بین ملت های ایران، بین خلقهای ایران، بین مردم ایران نیست، اعتماد سازی بین حاکمیت و گوش و اکناف ایرانش، بین حاکمیت و ملت‌های. آقای آزاد عزیز ببینید، هنوز ما به پاسخمون نرسیدیم. پاسخ این هستش، من چه ظلمی که هست به مردمان کرد، ایرانیان کرد که قطعا هست، بلوچ که قطعا هست، به مردمان خوزستان هم از لور و عرب ایرانی، شوشتری و دسولی و صبی و سنی و شیعه و که قطعا هست، در همون تهران در نزدیکی بیت رهبری کودکان، من نمیدونم کودکان از خانواده ترک هستن، از خانواده تهرانی هستن، از خانواده عراقی هستن، کجا هستن، خرید و فروش میشن. من چه این ظلم رو شما کجا میدونید؟ ساختار حکومتی دیرینه ایران میدونید؟ محتوای دینی این حکومت میدونید؟ چه میدونید؟ کجا میدونید؟ کجاست منشأ چنین ظلمی که شما بهش اشاره میکنید؟ و این رو هم فراموش نکنید که در منطقه کردستان، که در منطقه خوزستان، که در بلوچستان، که در آذربایجان، ما ایرانیان آذری، ایرانیان عرب، ایرانیان کرد، ایرانیان بلوچ، ایرانیان شیرازی، ایرانیان اصفهانی داریم که کارگزار عمله ظلم هم هستن. این رو نمیتونید ندیده بگیرید. بنابراین پس منشأ ظلم رو از شما ما میپرسیم چی هست؟ کجاست؟ از کجا میاد؟
من یک برنامه‌ریز برای این جواب شما در خدمت عرض بکنم که من که در مورد کردستان سوال کردم به خاطر این بود که شما از کردستان سوال فرمودید و اگر من خودم بیشتر مناطق ایران رو دیدم و حتی دیدم جاهایی مثل خوزستان که از کردستان خیلی ستم دیده تر و تحت ظلم بیشتری هستم، من در مورد کردستان به این خاطر جواب دادم چون شما در مورد کردستان سوال فرمودید و در تهران هم که بماند که آنچه که ما دیدیم در وسط این برنامه نیست. در مورد منشأ که فرمودید، من یاد یکی از گفته‌های مهیندخت ساسانی از پادشاهان ساسانی که میگه ای کاش به جای این همه سلسله‌ای که عوض میشه سطح اطلاعات و آگاهی مردم عوض میشد، به جای این همه عوض شدن سلسله ها. مشکل ما فقط ساختار جمهوری اسلامی نیست، فقط حکومت قبلی نیست، خیلی مسائل هست. یعنی اگر ما بخوایم توضیح بدیم نمیتونیم فقط یک طرف رو ما مورد نکوهش قرار بدیم. مسائل زیاده، هم در داخل خود ملیت‌های ساکن جغرافیای ایران و هم حاکمیت و هم ساختار و هم قانون اساسی و هم بیشتر از همه پایین بودن سطح آگاهی مردم. مردم ایران به قول آقای خان باب تهرانی میگفت که ما میدونستیم که در چین فلان روستا اسمش چیه، اما نمیدونستیم در ایران جایی به اسم کبوتر آهنگ هست. مشکل ما این هست، افراد تحصیل کرده خارج از کشوری هم که داریم، شما اگه ازش سوال بکنید خیلی از جاهای ندیده‌ای که اروپایی هم نرفتن رفتن و دیدن و به طور کامل هم برای توضیح میدن، اما اگر در مورد ایران شما ازش سوال بکنید نمیدونه. من با مقام بلندپایه وزارتی در ایران نشستم، از من سوال کرده سردشت جزء ایرانه، راستی زابل کجاست؟ پس مسائل و مشکلات ما برمیگرده به در واقعیت به پایین بودن سطح آگاهی. وقتی سطح آگاهی مردم پایین باشه، حکومت رو چه کسی تشکیل میده؟ من، شما و افراد دیگه‌ای که جزء اون جغرافیا هستن حکومت تشکیل میدن. حالا چه این حکومت باشه، چه حکومت دیگه‌ای در آینده، ولی چه حکومت قبلی، هیچ فرقی برای ما نمی‌کنه. زمانی که سطح آگاهی پایین باشه همین افراد میان حکومت تشکیل میدن و ساختار دینی یا هر ساختار دیگه‌ای زمانی که از عدم آگاهی برخوردار باشه عاقبتش همین میشه که حالا میتونم بگم بیشتر افراد فعالی از مردم ایران در گوشه و کنار که من باهاشون نشست و برخاست داشتم، از مرکزیت و از حزب‌های سراسری، از حزب‌های مرکز گله‌مند بودن. یعنی طرف حاضر عکس جمال عبدالناصر رو بزنه به دیوار، اما عکس مثلا یک فردی رو در مرکز نزنه. سپاسگزار هستیم آقای آزاد محمد عزیز. وقت ما متاسفانه کم، گفتنی ها بسیار با ما خواهند بود آقای آزاد محمد در برنامه‌های آینده، چه در برنامه سرزمین ما و چه در تفسیر خبر، و همونطور که اشاره کردم امیدوارم در برنامه‌های آینده مجال باشه که به طور پیگیرتر و مستمری بپردازیم به آنچه که مردمان نازنین کردستان ایران حق مسلم اونها، همچنان که مردمان بلوچ، آذربایجان، خراسان، ترکمنها و مردمان عرب ایران یا ایرانیان عرب و همه اقوامی که تشکیل دهنده ملت ایران هستند. با سپاس از شما آقای آزاد محمد عزیز. با سپاس از شما و همکاران و بینندگان. پی میگیریم سرزمین ما رو، برنامه سرزمین ما رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا پس از شنیدن ترانه کردی.
شنیدیم ترانه ای از سرزمین کردستان ایران، ترانه ای دلنشین، مثل بسیاری از ترانه های دیگه ای که
در کردستان هست، از کردستان میاد و در ایران و سراسر جهان شنوندگان بسیار. به اتفاق شما به دانمارک میریم، سلام میگیم به یاسین اهوازی گرامی. آقای یاسین عزیز سلام به شما. منم به شما آقای چالنگی عزیز سلام دارم، همچنین به بینندگانتون و مردم ایران. یاسین جان اولا خیلی ممنون، علی رغم سرماخوردگی در اول تقریبا اواخر پاییز با ما هستید با سرماخوردگی، هرچند یاسین جان برای بچه های آبادان خوب افت داره و به طور کلی خوزستان که با اولین برف یا برفکی که بیاد سرما بخوره، امیدواریم بهبود حاصل کنیم. خیلی سرد هوا در اونجا نیست؟ بله خب میدونید که خب اسکاندیناویه دیگه و اینجا غیر از حالا اینجا سرماست، رطوبت هم زیاده، وقتی هم سرد میشه برف میاد واقعا میزنه به استخوان. بله و اما در خوزستان گرامی و ارجمند ایران، خوزستان ما، مشکل بی‌آبی همچنان هست و پابرجا. سمیناری که در اهواز برگزار شد در اون حرفایی زده شد که بسیار قابل تأمل بود، اینکه ریشه مشکلات بی‌آبی در خوزستان رو طرح نیشکر هفت‌تپه عنوان کردن در این سمینار یکی از سخنرانان. طرح کشت و صنعت هفت‌تپه که چراغ طرحهای کشت و صنعت ایران بود پیش از انقلاب، واقعا چنینه یا عدم مدیریت هست یا بی‌توجهی هست؟ چی هست یاسین عزیز ما؟ بله البته خب به بی‌مدیریتی و به سوء استفاده مدیریتی که کلن با نظام ایران ادغام شده و تبدیل به یک سیستم شده، این در این خب شکی وجود نداره. اما جالب اینه که بدونید که در یک سال گذشته بسیاری از زمین‌های خود کشت نشکر سوزوندن به دلیل همین کم آبی، به دلیل نبودن آب سوزوندن، که همون خود سوزوندنش و به جا موندن به سال اون سوخته‌ها که شیمیایی هم شده بود زمین و غیر قابل کشت شده بود، اعلام کردن که به دلیل نبودن آب ها، و الان اعلام می‌کنن که کمبود آب در استان به دلیل نشکر. خب یکی از همون به اصطلاح فرار از مسئولیت و به اصطلاح انداختن گردن به اصطلاح بی مدیریت خودشون و همون سدسازی های بی مارد و انتقال آب به مناطق دیگر ایران به گردن کشت و صنعت هستش. ببینید اینجا بارها صحبت شد و این صحبت هایی که ما اینجا کردیم و دیگر کارشناسان کردن در مسئله خشکسالی، همیشه در صفحه اول این به اصطلاح تحلیل ها کارشناسان متخصصین دانشگاه شاهپور اهواز و دانشکده علوم محیط زیست دانشکده علوم تهران بودن که بسیاری هم در سایت ها و مطبوعات خود رژیم درش پیدا کرد و هم در خارج به اصطلاح قرائت شد که و به صراحت و با علمی ثابت کردم که دلیل به اصطلاح خشکسالی چی هستش و تماما متوجه به اصطلاح پروژه ها و اعمالی هستش که خود سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا با سدسازی های بیمارد، با کانال زدن های بیمارد، با حفر به اصطلاح چاه های بیمارد موجب این خشکسالی شدن. و طبعا خب حالا شاید گفته بشه که آب و هوای گرم هم یکی از علل این بوده، ولی ناگفته نماند که در 30 سال گذشته قبل از اون هم آب و هوا به همین مدت به همین شکل گرم بود. درست جمعیت زیاد شده ولی بالاخره یک مدیریت رو آب بود، ولی در نظام ایران به خصوص از بعد از پروژه هایی که آقای رفسنجانی اجرا کردن در استان برای انتقال آب کارون، با توجه به هشدارهای علمی و هشدارهای موجزیستی که دریافت میکردن، بسیاری از کارشناسا که این هشدارها رو میدادن ایران رو ترک کردن و الان در خارج از کشور یا بیکار هستن و یا بعضیشون مشغول به کار هستن، توجه نشد و کار به دست کسانی افتاد که فقط برای سودجویی فقط بتونن به اصطلاح قرارگاه خاتم الانبیا رو فربه بکنن، از نظر بودجه های دولتی رو بچاپن و به سیراب بکنن خودشونو، دست به کارهایی زدن، سدسازی هایی زدن که نتیجه آن چیز هستش که الان داری میبینین و صد گتوندی الان به وجود اومده که فقط شورزار داره به اصطلاح آبش تمام شوره
و خودشون هم الان به این مسئله گیر کردن که نمیتونن چیکار با این سد بزرگی بکنن که بغل یک این مثل معدن ببخشید معدن عظیم نمکی ساخته شده که 111 میلیون تن نمک در اون ذخیره هستش و در آبها داره حل میشه و این آب غیر قابل استفاده است. به اضافه اینکه قبقی آبها رو به مناطق دیگه بدون به اصطلاح هماهنگی با مسئولین استان و یا مردم و یا به اصطلاح برنامه‌های دقیق این شده که امروز می‌بینیم استان خشک شده و تبدیل به یک لمی از رعش شده و تمام تقریبا 80 درصد کشاورزی رو صدمه زده. بله. خب یاس اینجا ببین موضوع این هستش که اصلا فرض رو چی میگن؟ میگن کره ما از بچگی چیز دم نداشت. یا میگن الاغ ما از کرهگی دم نداشت. فرض کنیم اصلا این رودخونه هم نبود. نه کارون بود، نه مارون و نه رودخونه های دیگه. اینجا در آمریکا، آریزونا، تگزاس، نوادا جایی هست که هیچ آب وجود نداره. اما مردم دچار بیابی نیستن. در همون حوالی ایران اون طرف خلیج فارس باز کشورهایی هست که هیچ منبع آب آشامیدنی ندارن یا رودخونه عمده ای ندارن ولی میبینیم مشکل بیابی ندارن. و خیلی جای دیگه دنیا 30 چند سال گذشته نزدیک به 2000 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران بوده. چرا باید مردم بلوچستان، مردم اهواز، کنار سرمای، مردم خوزستان کنار منابع عظیم نفت و گاز دچار بیابی بشن؟ چه کم دارن از نظر ثروت از مردم نوادا، تگزاس یا اون سوی خلیج فارس، قطر و کشورهای دیگه؟ بله ببینید من میخوام براتون شما مثال از چند کشور زدید. من یک مورد براتون میگم از هندوستان. قبل از اون براتون بگم که خب میدونید که مردم میدونن، براحتی همه مردم خوب میدونن که برای این نظام فقط حفظ خود نظام براشون مهمه. یعنی همون 1000-1500 فردی که این نظام رو در سراسر ایران به شکل‌های مختلف به اصطلاح ضرب و شتم، تهدید، ارعاب و یا با تطمیع اداره میکنم، حفظ همین نظام براشون مهمه. بقیه ایران، مردم ایران براشون هیچ اهمیتی نداره. ببینید شما از به اصطلاح مدیریت آب و یا رساندن آب به مردم، تقسیم آب برای مردم در کشورهای یا مناطق نام بردید که گرم و خشکه. در هندوستان فقیر، حالا در شما نام بردید از نوادا و نمیدونم آریزونا در امریکا و یا قطر یا کشورهای این عربی که اینا خب ثروتمند هستند، میتونن خب این پول رو اجرا کنن یا در خدمت مردم باشن و آب رسوندن به جاهایی که اصلا یک قطر آب هم وجود نداره. اما در هندوستانی که فقیر هستش، میدونن خب هندوستان دارای رودخانه های زیادی هستش ولی مناطقی هم داره در شرقش، ببخشید در غربش، در مرز با پاکستان که بیابانزاست، بیابان و لمیزره به مساحت های زیادی در حدود، یعنی در حدود دو برابر استان، بگم که به اندازه دو برابر، یک برابر نیم استان کرمان که حدود 50 میلیون آدم در اونجا زندگی می کنن. ولی این مرد 50 میلیون هیچ رنجی از بیابی نمی دن، برای اینکه با مدیریت صحیح هم تونستن آبهایی رو از اون رودخانه به این مناطق منتقل کنن و یا هم بر حساب علمی کانون ها و چاهای هفت بکنند که تقسیم کردن آبو بین تمام شهرهای ساکن در این منطقه را بدون اینکه آبی هدر بره. سهم کشاورزی که باید مثلا 1.5% از مصرف آبو ببره در حدود 2% نگه داشتن. اون آن چیزی برخلافی است که در ایران به کار میره، چون از اونجا که به اصطلاح اهمیتی به مردم کشاورز داده نمیشه و یا کنترل آموزشی وجود نداره و فقط رژیم تمام سرمایهش صرف به اصطلاح حفظ نیروهای امنیتی و نظامیش و یا به اصطلاح دستگاه‌های و افراد خودش میشه، طبعا انتقال آب، زدن چاهای بیمارد و بدون اینکه هیچ نوع نگرشی به آینده داشته باشن که این بعد از 1 سال یا 5 سال وقتی خشک بشه آب‌های زیرزمینی رو از بین میبره، خشک میکنه،
از خب برای از اونجایی که به اصطلاح سوددهی تفکر سوددهی در پشت این بوده کسی هم جوابگو نیست و فقط اکتفا می الان شما آقای چالنگی من بهتون بگم شما همه شنیدید و مردم هم خسته شدن از این حرفا که شما الان وقتی که تلویزیون ایران رو باز بکنید با این 14 15 کانالی که دارند وقتی که میبینید که همه انتقاد میکنن به اصطلاح سران نظام به قول گفتن همه گفتار درمانی که خودشون دارن به کار میبرن بله اونجا عیب هست ان شاء الله اینطوری میشه بله هم انتقاد مرتب میکنن اما فرداش همه چی فراموش میشه در عرض این 5 سال من یه مقاله داشتم میخوندم در عرض 5 سال سران نظام ایران بیش از 111 هزار بار از تمام مسائلی که در ایران تخفته انتقاد کردن 111 هزار بار و در این این از کجا آوردین یه مقاله‌ای بود نوشته بود بله بله من یک نوع دوستی دارم که تحلیلگر یعنی به این مسائل اهمیت میده الان در ترکیه است پناهنده شده قراره که این مقالهش چاپ بکنم تو خب برای من فرستاد بخون با ذکر نام یعنی سال فلان فلان وزارتخانه فلان وزیر خیلی جالب اینا رو یعنی رصد کرده که شما الان میگفت که خب این دانستن مسئله زیاد عجیب نیست میگفت شما کافیه فقط تلویزیون ایران و اخبارشو یا هر برنامه تلویزیون شما کافیه باز بکنید و بشنوید ببینید چقدر انتقاد میشنوید که میخوام بگم که مثلا ما اینجا آزادی داریم ما هم انتقاد میکنیم ولی میگفت در از 5 سال از این 111 هزار باره که انتقاد کردن این سران رژیم و نمیدونم نظامی ها و هر کسی تمام اینها یک مسئله شادر حل نشده یک دونه از این مسائل اجتماعی عادی که از اون قبیله هستش مسئله آبی که امروز ما داریم راجبش حرف میزنیم خوشسالی که امروز داریم راجبش حرف میزنیم نه تنها در استان نه تنها در خودستان اهواز یا جاهای دیگه حل نشده بلکه الان داره گربانگیر به آذربایجان غربی و بلوچستان و کرمان هم داره میگیره و به خراسان شمالی هم خواهد رسید چرا که خود وزیر و کارشناسان هشدار دارد که تا 4 تا 5 سال آینده بزرگترین بحرانی که ایران را فراخواهد گرفت خشکسالیه حتی از خود خطر گرسنگی هم بدتر خواهد چون تقریبا 80% آبهای زیرزمینی را مصرف کرده تقریبا 81% آبهای رو سطحی و پشت سطحی رو مصرف کردن یا و یا در حال تبخیر هستش به دلیل عدم وجود یک به اصطلاح دولت پاسخگو یا رژیم پاسخگو چون فقط به فکر حفظ خودشون هستن و به فکر حفظ اون سرمایه هستن که میخواد در خدمت خودشون و یا به اصطلاح بازماندگانشون باشن این است که بی تفاوت هستش بین میبینید کشورها و یا رژیم هایی که وقتی صحبت از حقوق بشر وقتی صحبت از عدالت میشه چی هستش الان این تاکتیک رژیم گفتم در این 4-5 سال اخیر به خرج میده که این به اصطلاح همین آقای ولایتی و همین این رئیس فرنگستان فارسی هستش که این آقای حداد عادل اینا پشت این قضیه هستن اومدن اینا با همراه با بیت رهبری و دیگران نشستن گفتن آقا بیاید انتقاد بکنید انتقاد اصلا مسئله انتقاد بکنید که مردم ببینن آقا ما آزادی داریم و ما هم انتقاد میکنیم و حرفایی که مردم میزنن ما هم بزنیم اما آیا این حرفایی که انتقادهایی که میکنن خب بسیارش هم درسته که در مورد فساد قحطی بی مدیریتی بله بله آیا دو نکته هست یک مورد از اون حل شده بله دو نکته وجود داره یکی همین که اشاره کردن اکثر مسئولان جمهوری اسلامی اومدن و انتقاد میکنن و کاری گزارشگرا رو انجام میدن کسی مسئول خانم معصومه ابتکار مسئول محیط زیست است سالیانی که به پاس گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی مقامات مختلف معاون رئیس جمهور و سازمان رئیس سازمان محیط زیست است اولین رئیس سازمان محیط زیست پس از انقلاب هم پدر ایشون بود ایشون میاد گزارش میدن که بله این گرد و خاک‌های اهواز و ریزگردها در اثر این هست در اثر اون هست مصیبت هایی که به بار میاره یا باعث این بیماری میشه باعث اون بیماری میشه ولی چه طرحی دارید شما به عنوان مسئول حل کنید مسئله رو ندارن برای این و اکثر مسئولان چنین میکنن و یک نکته دیگه این که تنها نظامی است از در دنیا شاید که از ذیل تا صدر از مدیر کل فلان اداره در هر جای ایران تا
تا رهبر نظام که آقای خامنه‌ای باشه همه در حال انتقاد هستن. یعنی گاه شده رئیس جمهور نظام اپوزیسیون نظام به حساب میاد و این در یه همچین شرایطی هست که تنها موتوری که مرتب از 23 بهمن ما شروع به کار کرد و تا به امروز کار میکنه موتور گرفتن و زندانی کردن و شکنجه و اعدام هست که آخرین خبرها رو در مورد خوزستان این موتور جهنمی شکنجه و بازداشت و اعدام و هر چی که هست در این مجموعه نقض حقوق بشر در خوزستان رو از شما میشنویم. بله، رژیم سپاه پاسداران زندان یک زندانی رو در حال ساختن داره که فکر میکنم تو همین چند وقت دیگه باید تموم بشه که در بین جاده اهواز و حمیدیه، شهر حمیدیه در حال ساخته. این زندان ظرفیت حدود 3000 نفر داره بنا به خبرهایی که هست و این نشان دهنده اینه که زندان‌های سپیدار و کارون و اون سومیش هم اسمش نمیدونم چیه انقدر پر ازدحام هستند که اینا و در حال ساختن زندان‌های دیگه هستند. در یک هفته گذشته یا بیشتر در حدود 9 روز گذشته باز نزدیک به 21 نفر از جوانان متاسفانه اکثرا تمام عرب رو دستگیر کردند که هیچ اتهام غیر از امنیتی به اونها نزدن، یعنی هیچ نوع دلایل و ادله بروز ندادن، هیچ نوع مدرکی نداشتن که اینا کار کردن. تنها مدرکی اینا کردن اینا تجمع کردن و یا توهین کردن به مقام رهبری و یا امنیت ملی را چیز کردن. الان طوری شده میخواستن به اونها تهمت داعشی بزنن که موفق نشدن، چون میدونن که در اقلیم یا در استان هیچ کس حرف اینا رو باور نمیکنه، چون داعش اونجا نفوذ نداره و اصلا نمیتوانه نفوذ بکنه اونجا. ولی چون اینا شاعر بودن و فعال مدنی بودن و فعال حقوق بشری بودن و خبرهای حقوق بشری رو و هم 7 نفر از اونا که مقابل دادگستری دستگیر شدن چون اعتراض داشتن به دستگیری 2 تا از رفقای خودشون که به چه دلیل اونا دستگیر شدن همراه با خانواده‌هاشون، بعد اون 7 نفر هم دستگیر میکنن و متاسفانه اون 2 نفر هم که دستگیر کردن شبانه به شکل وحشیانه ساعت 3 صبح یا 3 شب که به خانه‌هاشون حمله کردن، احمد رفیعی، احمد باوی و 2 نفر دیگه خیلی هستن. یعنی الان من حضور زن ندارم، از تقریبا اسامی 11 نفر رو دارم. ولی متاسفانه جو امنیتی براتون بگم که خیلی کوتاه بفرمایید، کمتر از 1 دقیقه وقت دارید، بفرمایید. براتون بگم که فقط خواستم بگم که باز نماینده دولت فرستاده بود اونجا برای همین به اصطلاح ملاقات با بزرگان و مسئولین نظام. تنها چیزی که به اون گفتن، گزارشاتی به اون دادن در مورد نقص حقوق بشر، در مورد همین خوشسالی، در مورد بیکاری، گرانی و اذیت و آزارهای امنیتی که حدود میگفت که دیگه چاره نداشت بنویسه، به وسیل ضبط صوتی حرفا رو میگرفت. ولی میگفت خودمون مردم هم میگفتن، خودمون جوان هم میگفتن ما میدونیم این وقتی به تهران برمیگرده هیچ خبری نیست، همه این بر آغاز مثل گذشته، مثل صدها بار در گذشته هم این همه حرفا و شکایت هایی که ما کردیم متاسفانه به فراموشی سپرده میشه، فقط همون انتقادات خشک خالی باقی میمونه. باز هم سپاسگزار هستیم یاسین عزیز. امیدوارم سرماخوردگی شما هر چی زودتر، گفتم برای بچهای آبادان خوزستان افت داره که سرماخوردگی اونم در پاییز. با سپاس بسیار که با ما بودید و امیدواریم در برنامه‌های آینده همچنان با ما و بینندگان ما باشید در سرزمین ما و نیز تفسیر خبر. منم ممنون از شما آقای چلنگی. و موافق هستید یاسین عزیز عبدالحلیم گرامی رو بشنویم با هم، ترانه از عبدالحلیم حافظ؟ چرا نه، خیلی عالی. عبدالحلیم حافظ یا عندلیب اسما، بله، با هم میشنویم ترانه از عبدالحلیم حافظ، خواننده بزرگ و ارجمند مصر، با امید به فردایی بهتر. روز و روزگار شما عزیزان خوش باد.